همین رضا سرراج. خب الان تماس گرفت با ما خیلی مظلومانه و فلان و بیسار که آقا تسلیت میگیم گفتیم تسلیت تو سرت بخوره و گفت که آقا جنازه رو صبح اعزام کردم اصفهان چون خونه اصفهان بوده باید برید پزشکانی اصفهان تحویل بگیرید. الان ما روبروی اوینیم به همراه تعداد از همبندی ها و خانواده هایی که بودن و نمیدونیم حالا به حرف علوی گوش بکنیم یا اینکه بریم داخل ببینیم حالا بالاخره چی میگن بمونیم. آشفالا آقا اینا میخوان ما رو درک کنن میدونید چون ما رفتیم اونجا داستان ها سر صدا کردیم مردم رو جمع کردیم شلوغ بازی در آورد اینا ترسیدن. حالا میگه که شما دیگه نه رجای شهر دارید چون جنازه اعزام شده نه اوین دارید. آره این میگه اگه اسمان که صدایی رو میدونم بره پزشکانی و فلان میساز. بعد از این همه صحبتایی که اینا کردن هی گفتم بیاین ما اصلا حکم اجرا نمی کنیم ما قول میدیم ایشون گناهی نکرده از این حرفا دروغا. بعد که دیشب نیم ساعت ملاقات دادن آخرش هم گفتن نه و نو بعدش هم که اون کاغذ علکی دروغی از ما امضای دروغی گرفتن ما رو حبس کردن توی سالن بعد از ما امضا گرفتن که حکمش رو رویت نمودن. ما چه حکمی رویت کردیم؟ ما هیچی ندیدیم، نه خودش حکمش رو دید نه ما دیدیم. حالا هم که اومدیم تقاضای جنازه‌شو از خدا بخشی کردیم یه مشتی چرت پرت ما جواب میده. به برادرم میگه مواظب باش شست پا تو چشمت نره مردی که لات بیست سر و پا. بعدم که حالا هم که اومدید اوین جنازه رو میخواد بگیرید کی میگه که جنازه رجای شهر اون میگه اصفهانه همش دارن سر میدونن معلومه که میخوان مخفیانه این بچه حتی جنازه این بچه هم میترسن بانکیمون حالا نمیدونم کاسین اشتون حقوق بشر کجا هستین که این چیزا رو ببینید چرا مقابل این جیانی ها این حیوان ها وایی نمیسید. برادر من حالا یکیش رفت بقیه چی؟ بقیه هم میخوایی مثل برادر من تمام بشن؟ خدا لعنتتون کنه که با اینا داری سازش میکنی.